اگه کامنت ها اذیتتون میکنه ببندم. خب 6 نفر اومدن بالا، از هر جدول 3 نفر که بالاترین نمره طلا میشه و برونز هم مشخص میشن دیگه، کله که قضیه کنده میشه دیگه. بالاخره من نفهمیدم کامنت ها را ببندم یا نبندم. خب کامنت ها رو میبندم که از این مسابقه لذت ببرید. و این خانم کاتای چاتان یارا کوشانکو رو میزنه از ترکیه، ببینیم که چقدر مهارت داره. جالب، ترکیه تا چند سال پیش تو کاتا واقعا مطرح نبود ولی پیشرفت کردن. ما میتونستیم و میتونیم در کاتا بهتر از اونو باشیم، تا مسیر اشتباه رفتیم. سازماندهی بعد، عدم آموزش کافی، عدم توجه به کاتا نه در این دوره از دوره های خیلی قبل باعث شده که کاتا ایران به حقش نرسه. اردوهایی که نداشتیم، مدرسای خوبی که نداشتیم، ارتباطات بین‌المللی که در پایین ترین سطح خودش بوده و متاسفانه چهره هایی رو خوکات ها از دست داریم که شاید چند سال طول بکشه تا بتونیم جایگزینش کنیم. آقای نکوفر خیلی خوب بود، محسن اشرفی واقعا خیلی خوب بود، تیم تبریز عالی بودن، آقای اسمشون بخوام تک ببرن شاید سخت باشه، فرید حقیقی خیلی خوب بود، قربان علی پور خیلی خوب بود، داوود شاهچراغی خیلی خوب بود، امیر بهادر تدیون خیلی خوب بود، میتونست امروز المپیک رو تجربه کنه. شهرچردی واقعا کاتالوگ شایسته ایه، اصلا باور نکردنیه که ما نماینده کاتال نداریم، میتونستیم نماینده داشته باشیم. و حالا جوانترهای دیگری که استعداد خوبی دارن ولی به هر حال شرایطشون برای بودن در تیم ملی مهیا نشد. من نظرمو خیلی صادقانه میگم، ما تو آموزش کاتا عربی به دو تا علت، یکی مربیانمون رو به روز نکردیم، یکی اینکه ما خیلی بسته عمل کردیم. 20 تا کشور میان از مربی ایرانی استفاده میکنن ولی ما حاضر نیستیم دو تا سه تا مربی کار بلد مسلط کاتا رو بیاریم در دراز مدت ازشون استفاده کنیم تا بتونیم زودتر خودمون رو از این فاصله‌ای که گرفتیم به دنیای کاراته نزدیک کنیم. امیدواریم که بعد از المپیک از این المپیک تجربیاتی کسب کرده باشیم که بتونیم موفق باشیم. احتمالی که ایشون مدال بگیره خیلی کمه ولی تا اینجا که اومده بازم به نظر من عادی عمل کرده. خانم اوزان دلارا از ترکیه، حالا جالبه که ترکیه تو بخش پسرها و خانمها نماینده داره، این پیشرفت اونا نیست، یه مقدارم در واقع عمل کرد ما بوده در 10 سال گذشته، مربوط به الان نیست. فراموش نکنید که ما اگه اشتباهاتی افتاده
نمیتونه مال دو سال اخیر باشه، مال 10 سال گذشته است، مال 15 سال گذشته است. وقتی جرأت نکردیم دیگه بازی آسیایی قطار رو ببریم، فاصله گرفت. موقع نیکوفر موقعی بازی آسیایی گرفت اگه اشتباه نکنم، و بعد از این دیگه ما اصلا قطار رو اعزام نکردیم و این اعتماد از قطار رو گرفت. فقط دو تا کارتای تیمی مردم و زنان انفرادی برونز داریم، هیچ مدالی نداریم، فراموش نکنید. خب این کاتاروی هنگ کنگی واقعا پیشرفت خیلی خوبی داشته، خیلی پیشرفت کرد. شانس مدالش برای برنز خیلی زیاده. کاتای چاتانیا رو کوشانزاد همیشون داره اجرا میکنه، خیلی هماهنگی خوب، ریتم خوب، کمی سرعت و قدرت شد اینطوری که ازش سراغ داشتیم که دوره زب نباشه، ولی نسبتا داره مسلط اجرا میکنه. بعد از المپیک من قول داده بودم که یه سری توضیحات راجع به کاراته ایران بدم، سعی میکنم به قولم عمل کنم، چون نقد منصفانه و کارشناسانه میتونه به کاراته ما کمک کنه، ولی نقد مغرضانه و دشمنی که ریشه در حسادت و ریشه در واقع بدخواهی داشته باشه، میتونه هم خود منتقد رو خراب کنه و هم کسی که انتقاد میشه در واقع بهش، و این آسیبی که ما ممکنه ببینیم. اگه منم از این تیکت های تاکسی دارم، اگه 10 دقیقه صبر کنید میتونید برید. منم از این تیکت های تاکسی دارم، چون اتوبوس تا ساعت 9 نمیره. من بعد از دو تا خاطری دارم. آره اونجا این بعد میریم، خواستین حرکت کنیم به من یه اطلاع از نداره؟ خب بهتر از توصیه زد. شناخته شده تر هم هست. حالا ببینیم که داورا چه رأیی میدن به این دو نفر. محمد دقل با اختلاف یه نمره برنده بشه. خب داور میاد که نتیجه رو اعلام کنه. بدون تردید ممکن برنده میشه. ۲۶ و ۵۲ بله هنگ کنگ برنده شد. جالب این که خیلی هم اختلاف نداشت.